روزگاری کوداک نام بزرگی در صنعت دوربین بود و در بازار عکاسی سراسر دنیا دست بالا را داشت. اگر عکسی قدیمی از دهه 70 میلادی پیدا کنید، این احتمال وجود دارد که با یک دوربین و فیلم ساخت کوداک گرفته شده باشد. این شرکت قولاسا با وجود اینکه در صنعت عکاسی سراسر جهان یک و تنها محبوب بود، در سال 2012 ورشکست شد. چه اتفاق نادرستی در مورد کوداک رخ داد؟ چرا شرکت پیشتاز تصویر برداری در جهان به این روز افتاد؟ این موضوعی است که قرار است امروز در مورد آن صحبت کنیم. بنابراین بیایید داستان کوداک را شروع کنیم هرچند پایان خوشی ندارد. استراتژی کسب و کار کوداک در سال 1892 توسط جورج ایستمن و هنری ای استرانگ تأسیس شد. در بیشتر قرن بیستم کوداک پیشتازترین سازنده ی فیلم عکاسی در جهان بود و رهبر بیچون و چرای دنیا در زمینه صنعت عکاسی در نظر گرفته می شد. در سال 1968 کوداک تقریبا 80 درصد از سهم بازار جهانی عکاسی را در اختیار داشت. شرکت استراتژی سفت و سختی برای کسب سود داشت که آن ریشتراش و تیغه ها نام داشت. این استراتژی میگوید شما ریشتراش را به قیمت بسیار پایینی می و بعد وقتی مصرف کنندگان به تیغه ها نیاز داشتند آنها را به قیمت بالاتر می فروشید و سود کسب می کنید. با بهکارگیری این استراتژی کوداک دوربین را به قیمت بسیار پایینی می فروخت و کاغذ، فیلم و سایر مواد لازم برای چاپ عکس را به قیمت بالاتری به فروش می با استفاده از این مدل کسب و کار کوداک توانست درآمد کلانی خلق کند و تبدیل به شرکت بزرگ موفقی شود. کوداک همچنین یک کمپین بازاریابی را انداخت و نامش را لحظات کوداک گذاشت. این کمپین به لحظات فراموش ناشدنی زندگی یک شخص اشاره می کرد. کوداک با این کار توانست دلبستگی احساسی با مصرف کنندگانش ایجاد کند. این کمپین به شدت موفق بود و به طور قابل ملاحظه ای فروش شرکت را افزایش داد. ورود دوربین دیجیتال همه چیز تا ورود فناوری جدید به خصوص دوربین های دیجیتال خوب پیش می رفت. شاید از فهمیدن این موضوع تعجب کنید که اولین دوربین دیجیتال توسط شخصی به نام استیف سیسن اختراع شد که یک مهندس برق در شرکت کوداک بود. تعجب آورتر واکنش مقامات عالی رتبه بود وقتی که استیف با اختراعش پیش آنها رفت. آنها به استیف پیشنهاد کردند که باید آن را پیش خودش نگه دارد و در مورد آن به کسی چیزی نگوید. مقامات ارشد کوداک دلایل خودشان را برای گفتن این مطلب داشتند چرا که شرکت به دلیل استراتژی ریش تراش و تیغه بیشتر سودش را از طریق فیلم ها و کاغذ به کار رفته در عکاسی به دست می آورد دوربین دیجیتال فیلم و کاغذ را بلا استفاده می کرد بنابراین چشم پوشی از فناوری دوربین دیجیتال به منظور حفظ سوداوری فعلی در دستور کار آنان قرار گرفت آنان به سوی به خطر انداختن تمام آینده شرکت رفتند. این شبیه آن بود که به پایانتان شلیک کنید و این اولین اشتباه بزرگ کسب و کار کداک بود. گرچه کوداک گذاشت ایده دوربین دیجیتال از دستش در برود فوجی فیلم یک شرکت معروف تصویربرداری ژاپنی این فناوری را به کار گرفت و آن را در مقیاس کلان مورد استفاده قرار داد این شرکت به پتانسیل آنچه دوربین های دیجیتال قادر به آن بودند پی برده بود سایر سازندگان دوربین مانند سونی کنون و بقیه نیز همین مسیر را دنبال کرده و شروع به سرمایه گذاری در فناوری دوربین دیجیتال کردند بیمیلی نسبت به فناوری دیجیتال در سال 1981 سونی اولین نمونه دوربین دیجیتال خود را به نام ماویکا مطرح کرد. پس از آن بود که کوداک کمی در مورد اختلال فناورانه ناشی از دوربین های دیجیتال نگران شد. وینس بارابا مدیرعامل کوداک در آن زمان تحقیق جامعی انجام داد تا فناوری های محوری دوربین های دیجیتال و احتمال به کارگیری آنها را بشناسد. تحقیق شامل دو بینش عمده می شد. یکی اینکه دوربین های دیجیتال قرار بود جایگزین فیلم و عکاسی کاغذی سنتی شوند و دیگر اینکه به کارگیری دوربین های دیجیتال قدری حدود ده سال از آن موقع زمان می برد. کداک حدود ده سال زمان داشت تا از عکاسی سنتی به کسب و کار دوربین دیجیتال گذار کند. با این حال کداک تلاش کمی برای فناوری دیجیتال کرد و در عوض بیشتر روی مسیرهای دیگر برخورد با سایر رقبایش سرمایه گذاری کرد تا این فکر را به وجود بیاورد که فیلم و عکاسی کاغذی بهتر از عکاسی دیجیتال است و مصرف کنندگان حس تماس با عکس را دوست داشته باشند. این شرکت همچنین عمیقا باور داشت که حداقل مصرف کنندگان آمریکایی دید مساعدی نسبت به شرکت ژاپنی مانند فوجی فیلم یا سونی در مقایسه با کوداک ندارند. کوداک نسبت به کسب و کار سنتی خود مغرور بود و اطمینان بیش از حد دشمانه از این شد که آنان آینده را ببینند. از سوی دیگر فوجی فیلم و سایر شرکت های بزرگ به شدت در زمینه پژوهش بیشتر روی عکاسی دیجیتال و تثبیت خودشان در بازار سرمایه میکردند. حرکات کسب و کار نادرست. کوداک در آن سالها سرمایه گذاری های نادرستی هم داشت. در سال 1988 کوداک حدود 51 دهم میلیارد دلار در شرکت استرلینگ دراگ سرمایه گذاری کرد. به امید آنکه کسب و کار مواد شیمیایی به آنها در ساخت کاغذ عکاسی کمک کند. اما کوداک بعدا متوجه شد موادی که استرلینگ با آن سر و کار داشت کاربرد کمی در عکاسی داشتند. در نهایت کوداک مجبور شد آن را به نصف قیمت خرید بفروشد. بنابراین به جای سرمایه گذاری پول در مواردی که فناوری جدید را برای شرکت به ارمغان بیاورد کداک وقت و پولش را برای به کف آوردن شرکت های کوچک و ایجاد خوشبینی کور نسبت به فیلم و عکاسی کاغذی تلف کرد با این حال همچنان کوداک در سال 1989 شانس این را داشت که به مسیر درست برگردد یعنی زمانی که هیئت مدیره مدیرامل بعدی شرکت را انتخاب می کردند. آنها دو گزینه داشتند. فیل سامپر که یکی از علاقمندان عکاسی دیجیتال بود و کی آر ویتمور که بخشی از تفکر سنتی بود. هیئت مدیره ویتمور را استخدام کرد. آقای ویتمور تاکید کرد که او اطمینان حاصل می کند که کوداک به کسب و کار محوری خود در زمینه فیلم و مواد شیمیایی عکاسی نزدیکتر میماند این کار آخرین میخ بر تابوت کوداک بود. پس از آن افول کداک اجتناب ناپذیر شد و در آغاز سال 2000 کودک سرانجام متوجه شد که باید از کارش دست بردارد و با فناوری جدید منطبق شود. اما دیگر خیلی دیر شده بود. قولهای دیگری مانند فوجی فیلم، سونی و نیکون در بازار حضور پیدا کرده بودند و محبوبیتی فوقالعاده میان مصرف کنندگان داشتند. بنابراین کداک دیگر سلطان بازار عکاسی جهان نبود. در سال 2004 کوداک رسما تولید دوربین های آنالوگ فیلم خوره سنتی را متوقف کرد و تمرکز بیشتری روی دوربین دیجیتال گذاشت. در سال 2005 همچنان بالاترین سهم بازار جهانی دوربین متعلق به کوداک بود اما از دست رفتن جایگاه پیشتاز آن بسیار نزدیک شده بود. در سال 2009 کنون پیشتاز بازار جهانی دوربین شد و کداک عقبتر از سونی، نیکون، سامسونگ و سایرین شد. در سال 2012 کوداک دچار ورشکستگی شد و در نهایت مجبور شد از کسب و کار دوربین خارج شود. با این حال کوداک به طور کامل از بین نرفت. این شرکت با ظرفیت بسیار کوچکتری همچنان وجود دارد و تمرکزش را از عکاسی تغییر داده است. اخیرا گزارش شده است که کوداک در حال کار روی ساخت واکسن کووید است. آنچه دیدید همه چیز در مورد سقوط کوداک بود. کوداک نامی است که به دلیل بهبود و اکتشاف که برای صنعت دوربین و تصویربرداری به ارمغان آورد به یاد میماند با این حال خوشبینی بیش از حد آن به هسته کسب و کارش و بیمیلیش نسبت به تغییر در طول زمان به عنوان درسی برای هر کارآفرین بازار دوربین باقی خواهد ماند